حملات شورشیان و خشونت بار نیز افزایش می‌یابد. با کوزوو می رویم. مردم کوزوو برای تطبیق نظام دموکراتیک پای صندوق‌های رأی رفتند و نخست وزیر کنونی این کشور ادعای پیروزی کرده است. نخستین انتخابات پارلمانی در کوزوو در حالی برگزار می شود که چندی پیش این کشور بخشی از خاک صربستان بود. بانک نرخ بیکاری و فساد اداری در این کشور بالاست، با این هم مردم نسبت به نتیجه انتخابات در این کشور امیدوارند. مردم کوزوو در پی تطبیق نظام دموکراتیک. شهروندان این کشور برای نخستین بار پای صندوق‌های رأی رفتند تا سرنوشت خود را رقم بزنند. این نخستین انتخابات پارلمانی کوزوو پس از اعلان استقلالش است. در حال حاضر حدود 70 کشور استقلال این کشور را به رسمیت شناخته، اما دولت صربستان آن را بخشی از حاک خود می‌داند. بانک نرخ بیکاری و فساد اداری در این کشور مشکلات بزرگ را به وجود آورده، اما مردم نسبت به این روند خوشبینند. در همین حال شماری از گروه‌های سیاسی حکومت فعلی کوزوو را به رسمیت نمی‌شناسد و خود را شهروند صربستان می‌داند. اعتراض کنندگان ادعا دارند که ما جزی از خاک صربستان هستیم و پای صندوق‌های رأی نمی‌رویم. در همین حال مقام‌های دولت کوزوو برگزاری روند انتخابات را یک دستاورد بزرگ پس از اعلان استقلالش در سال 2008 می‌خواند. حدود 3 سال پیش کوزوو به طور یک جانبه استقلال خود را از صربستان اعلان کرد. نخست وزیر کوزوو که به دنبال انتخاب شدن مجدد است، تمام ساکنین این منطقه را ترغیب کرده که پای صندوق‌های رأی بروند. گفته می‌شود که در نخستین انتخابات پارلمانی کوزوو 23 حزب شرکت کرده است. و اما پس از آن که مشاور اتمی کاخ سفید هشدار داد که در صورت ادامه غنی‌سازی یورانیم تهران با تحریم‌های شدیدتر روبرو می‌شود، اسرائیل نیز اظهارات مشابهی را مطرح کرده است. در پی مخالفت ایران در توقف غنی‌سازی یورانیم، اسرائیل خواستار تهدید و تشدید تحریم‌ها علیه این کشور شده است. بر اساس اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر کرده، وزیر دفاع آمریکا گفته است که اسرائیل می‌تواند بر تأسیسات اتمی ایران حمله کند. نگرانی اسرائیل و اصرار ایران بر غنی‌سازی یورانیم. اسرائیل بر توقف برنامه هسته‌ای از سوی ایران تأکید دارد. تهران اما همواره بر غنی‌سازی یورانیم به شکل صلح‌آمیز اصرار دارد. ایران ادعا می‌کند که غنی‌سازی یورانیم حق مسلم و قانونی کشورش است. اما کشورهای غربی می‌گویند برنامه اتمی این کشور شفاف نیست. اسرائیل با وجود تأکید بر اهمیت ابزارهای دیپلماتیک از آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار شدت تحریم‌ها علیه ایران است. بر اساس برخی مدارک محرمانه که اخیراً توسط ویکی‌لیکس منتشر شده، مقام‌های آمریکایی گفتند اسرائیل می‌تواند به تأسیسات اتمی ایران حمله کند. بر اساس این مدارک، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است که اسرائیل توانایی حمله به ایران را دارد. او گفته است آمریکا از هیچ اقدامی برای ممانعت ایران در دستیابی به توانایی هسته‌ای دریغ نمی‌کند، اما اسرائیل می‌تواند بدون کمک آمریکا به ایران حمله کند. رابرت گیتس اما این را نیز گفته که در مرحله کنونی تحریم‌ها اثراتی بسیار عمیق‌تر از آنچه مقام‌های ایرانی تصور می‌کردند داشته است. حال نوبت میرسد با پایان بخش این مجموعه خبری. تشکر از شما. سلام، با چند خبر ورزشی توجه کنید. جوانان کابل برابر انصاری به پیروزی رسید. در ادامه هفته چهارم رقابت‌های فوتبال دست اول شهر کابل عصر امروز یک دیدار برگزار شد که طی آن تیم جوانان کابل با حساب 3-0 انصاری را شکست داد. این رقابت‌ها فردا نیز با دیدار بین تیم‌های مشعل و امید جوانان پیگیری خواهد شد. چهارمین دوره رقابت‌های فوتبال دست اول پایتخت با حضور 11 تیم از سراسر شهر کابل در چمن مصنوعی راه اندازی شده است. در پایان این مسابقات دو تیم برتر جواز حضور در لیگ برتر شهر کابل را به دست می آورند. و اما رقابت‌های فوتبال در اسپانیا، مردان کاتالان همچنان یک تازه لالیگا هستند.
در هفته 15 رقابت‌های فوتبال لالیگا شب گذشته 6 دیدار انجام شد که در نیوکمپ آبیاناری‌های اسپانیا با پیروزی برابر سوسیداد و صدرنشینیشان تداوم بخشیدند. در این دیدار تیم بارسلونا با گلزنی دیوید ویا، اینیستا، لیونل مسی و بویان کرکیچ با نتیجه 5-0 رئال سوسیداد را در هم کوبید. در دیگر دیدار دیدنی این شب رئال مادرید تیم دوم جدول توانست با گلزنی مسعود اوزیل، کریستیانو رونالدو و آنخل دیماریا و با نتیجه 3-1 ساراگوسا را شکست دهد. در سایر دیدارها اتلتیک بیلبائو با نتیجه 2-1 اسپانیول را از پیش رو برداشت. رئال مایورکا با یک گل بازی را به راسینگ سانتاندر واگذار کرد. خیخون با تساوی 1-1 مقابل لوانتا متوقف شد و ارکول 4-1 مالاگا را برد. در جدول هم بارسلونا با 40 امتیاز پیشتاز است، رئال مادرید با 2 امتیاز کمتر دوم و ویارئال با 3 امتیاز سوم است. دروگبا چلسی را از نیمه راه پیروزی بازگرداند. در ادامه هفته 17 مسابقات لیگ برتر انگلیس شب گذشته 3 دیدار انجام گرفت که در مهمترین آنها دو تیم چلسی و تاتنهام داربی شهر لندن را شکل دادند. در این دیدار که در ورزشگاه وایت هارت لین برگزار شد، تاتنهامی ها با گلزنی رومن پیش افتاده بودند تا اینکه دیدیو دروگبا در دقیقه 70 گل خورده ی تیمش را جبران کرد. این مهاجم آفریقایی تیم چلسی انگلیس در دقیقه 93 که چند ثانیه به پایان بازی باقی مانده بود، پنالتی بعد از آمده تیمش را به هدر داد و از کسب 3 امتیاز این دیدار باز ماند. در دیگر دیدارها ولورهمپتون با یک گل بیرمنگام را شکست داد و بولتون نیز با نتیجه 2-1 از صدر بلکبرن گذشت. در جدول هم تاکنون آرسنال با 32 امتیاز در صدر است، منچستر سیتی با همین امتیاز و یک بازی بیشتر در مکان دوم است و منچستر یونایتد با 31 امتیاز سوم است. و اما در ایتالیا مدعیان کالچو به پیروزی رسیدند. در اولین شب از هفته 16 رقابت‌های سری ای کالچو ایتالیا شب گذشته تیم‌های ای سی میلان، ای اس روم و یوونتوس مقابل حریفان به برتری دست پیدا کردند. در این شب میلانی‌ها با نتیجه 3-0 تیم بولونیا را در هم کوبیدند. گل‌های میلان را واتنگ، روبینیو و ابراهیموویچ به ثمر رساندند. در دیداری دیگر ای اس روم با تک گل دو سانتوس در دقیقه 30 بازی برابر باری به پیروزی رسید. همچنین یوونتوس موفق شد با حساب 2-1 لاتزیو را از پیش رو بردارد. در سایر دیدارها برشا با یک گل سمپدورایا شکست داد، لچه 3-2 کیو را برد و کاتانیا با 3 گل مغلوب کالیاری شد. در جدول کالچو هم ای سی میلان با 36 امتیاز صدرنشین است، یوونتوس با 6 امتیاز کمتر دوم و ناپولی با 30 امتیاز و تفاضل گل در مکان دوم سوم قرار دارد. آلمان تیم فوتبال شالکه به دومین پیروزی پیاپی فصل جاری خود رسید. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های آلمان شب گذشته تیم شالکه با نتیجه 1-0 ماینز را شکست داد. در این دیدار تک گل به ثمر رسیده بازی را جفرسون در دقیقه 30 بازی به نام خود ثبت کرد. در دیداری دیگر فرایبورگ با 3 گل بر مونشن گلادباخ غلبه کرد. در جدول بوندسلیگا هم بروسیا دورتموند با 43 امتیاز در صدر است، بایر لورکوزن با 11 امتیاز کمتر در مکان دوم و هانوفر با 31 امتیاز سوم است. تشکر از همراهیتان. بسته خبری این ساعت در همین جا به پایان رسید. همکارانم در این بخش از حضور شما مرخص می شود و من تا دقایق دیگر با استودیوی خبر با شما خواهم بود.